بزرگوار پرسیدن که درمان بیماران به روش هیپنوتیزم چه حکمی داره؟ البته تقریبا 5-6 خطی در مورد هیپنوتیزم توضیح دادن که هیپنوتیزم یک حالت القای ارادی است که در آن هوشیاری و آگاهی بیمار فوق العاده افزایش می‌یابد و تقریبا بله بعد اسامی یک سری بیماری رو آوردن مثل اختلالات گوارشی، تسکین شب ادراری، لکنت زبان، اینها رو به طور مثال آوردن. ولی خب سوالشون در اصل اینه که درمان بیماران به روش هیپنوتیزم چه حکمی داره؟ دوستان و بزرگوارانی که پزشک هستن، درمان بیمارها از هر راهی که ضرر و زیان برای بیمار نداشته باشد و خلاف مقررات شرعی نباشد جایز است و ایرادی ندارد.